سلام بر شما خوش آمدین به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز سهشنبه به مجلس رفت تا درباره مذاکرات وین شیش به نمایندگان توضیح دهد بسیاری از محافظه کاران تند رو از تصمیم دولت حسن روحانی در منتشر نکردن جزئیات مذاکرات هسته و توافق ژنو انتقاد کرده و خواستار اطلاع رسانی شفاف از سوی دولت در این زمینه هستند اتحادیه اروپا مدت تعلیق برخی تحریم های ایران را تا 24 نوامبر سوم آذر ماه تمدید کرد این تصمیم پس از توافق ایران و گروه پنج به علاوه یک برای تمدید مدت مذاکرات هسته ای تا سوم آذر ماه گرفته شده است اتحادیه اروپا تعلیق برخی از تحریم های وضع شده علیه ایران را که از بهمن پارسال اجرایی شده بود برای چهار ماه دیگر تمدید کرد تا گفتگوهای تهران و پنج به علاوه یک برای دستیابی به توافق نهایی و جامع به نتیجه برسد. ایران و گروه پنج به علاوه یک در سوم آذر پارسال به یک توافق موقت در ژنو دست یافتند که بر اساس آن در ازای رقیق و اکسید سازی ذخایر اورانیوم غنی شده 20 درصدی ایران و کاهش میزان غنیسازی به زیر پنج درصد برخی از تحریم های اعمال شده علیه ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا برای شش ماه به حال تعلیق درآید. قرار بر این بود که طی این دوره مذاکرات میان طرفین به یک توافق نهایی و جامع منتهی شود تا ابهام های پیرامون فعالیت های هسته ای ایران پس از ده سال حل و فصل شود. ولی با فرارسیدن 29 تیر ماه پایان دوره توافق موقت ژنو مذاکره کنندگان ایران و پنج به علاوه یک موفق به این کار نشدند و تنها توافق کردند که زمان مذاکرات را برای چهار ماه دیگر یعنی تا سوم آذر ماه تمدید کنند اتحادیه اروپا زمان تعلیق برخی از تحریم‌های خود را نیز تا سوم آذر تمدید کرد پیش از آغاز مذاکرات در ماه ژانویه اتحادیه اروپا برای شش ماه تحریم بیمه انتقال نفت ایران و همچنین تجارت محصولات پتروشیمی طلا و سایر فلزات قیمتی را با تهران به حال تعلیق درآورد اتحادیه اروپا تحریم های یاد شده را در اکتبر 2012 علیه ایران اعمال کرده بود این اتحادیه هر نوع معامله میان بانک های ایرانی و اروپایی را ممنوع کرده است مگر در شرایط بسیار خاص و با اجازه دولت های عضو واردات خرید و انتقال گاز از ایران و همچنین کاهش شدید خرید نفت از موارد تحریمی اتحادیه اروپا بر ضد تهران است که از ماه ژوئیه پارسال به مرحله اجرا در آمدند. این اتحادیه از سوی دیگر بیش از 150 مقام و تاجر ایرانی را از دریافت ویزای سفر به کشورهای عضو محروم کرده است همچنین اعضای اتحادیه اروپا نمی توانند با سی سازمان دولتی ایران معامله تجاری داشته باشند در همین حال معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 20 درصدی صادرات ایران به اروپا طی دو ماهه نخست سال جاری خبر داد به گزارش ایرنا میر ابو طالب بدری گفت میزان صادرات ایران به اروپا در دو ماهه نخست سال جاری حدود 541 میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به سال گذشته رشد 20 درصدی را نشان می دهد. بدری کشورهای ترکیه، ایتالیا، فدراسیون روسیه، اسپانیا و انگلستان را پنج مقصد عمده صادراتی کالاهای کشور ذکر کرده و افزوده محصولات آهن یا فولاد غیر ممزوج متانول، کاتود و قطعات کاتود از مس تصویه شده و انواع پسته خندان از مهمترین اقلام صادراتی ایران به اروپا محسوب می شوند. و شناخت اروپاییان از ایران به عنوان منطقه استراتژیکی که دروازه ارتباط با کشورهای همسایه است را در گسترش تجارت با اروپاییان موثر خواند و افزود علاوه بر موقعیت استراتژیک ایران ثبات و آرامش ایجاد شده در دولت یازدهم و اعتماد جهانیان به برنامه های ایران در اقبال اروپاییان برای تجارت با ایران نقش به سزایی داشته است. معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت در مورد میزان واردات از اروپا هم گفت واردات ایران از قاره اروپا طی دو ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روند نزولی داشته و به رقم 1883 میلیون دلار رسیده است. به گفته بدری کشورهای ترکیه آلمان سوئیس ایتالیا و روسیه از جمله مهمترین مبادی وارداتی و دانه گندم سخت دانه ذرت دامی و سایر آخالهای جامد روغن خام سویا و روغن دانه آفتابگردان از عمدهترین کالاهای وارداتی هستند گفتنی است وزیران امور خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است امروز سهشنبه 22 ژوئیه در نشست خود در بروکسل تمدید چهار ماه تعلیق تحریم های ایران را رسما تایید کنند انتظار می رود اتحادیه اروپا بیانیه ای نیز در همین زمینه صادر کند سراجدین میردامودی روزنامه نگار زندانی دیروز دوشنبه سیوم تیرما در شعبه پانزده دادگاه انقلاب محاکمه شد به گزارش خبرگزاری ایسنا گیتی پور فازل وکیل مدافع آقای میردامودی با اعلام این خبر گفت در این جلسه اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به موکلم تفهیم شد آقای میردامودی بیستم اردیبهشت ما برای ادای پاره توضیحات به دادسرای اوین احضار شده بود که با مراجعه به این دادسرا بازداشت شد. در ادامه رویدادهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران سایت خبری مجذوبان نور با تشکیل کمپین کوچه درویش از ایران به اوین اقدام به نامنویسی از داوطلبان برای پایان بخشیدن به رفتارهای غیرقانونی آمران و معموران خودکامی کرده است در رویداد دیگر ارژنگ داوودی فعال سیاسی که از 18 آبان سال 82 تا کنون در زندان به سر میبرد به اعدام محکوم شده است به گزارش هرانا اتهام آقای داودی اقدام علیه امنیت ملی نوشتن مانیفست سکولار تشکیل جنبش آزاد ایرانیان و توهین به مقدسات و رهبری عنوان شده است سردار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید قدرت و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران فراتر از کشورهای معمول و برای دشمن بزرگ طراحی و آماده سازی شده است آقای جزایری دشمنان بزرگ را آمریکا و استکبار دانسته است به همچنین گفته هدف قدرت های استکباری به ویژه آمریکا در منطقه جلوگیری از حکومت های مستقل است پس از آنکه علی اکبر ناطق نوری خواستار رسیدگی به فسادهای محمود احمدی نژاد و تیم او شد سایت همت نیوز با حمله به وی نوشت ناطق نوری تازه نطقش باز شده است سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از ارسال پرونده های تخلفات اقتصادی دولت محمود احمدی به قوه قضایی خبر داد و خواستار رسیدگی خارج از نوبت و سریع به این پرونده ها شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت مصطفی افضلی فرد گفت پرونده های تخلفات اقتصادی دولت قبل که در کمیسیون اصل 90 به نتیجه رسیده و تخلفات آن احراز شده به قوه قضایی ارسال شده است. افزلی فرد اضافه کرد اگر رسیدگی به این پرونده ها به سرعت انجام شد قوه قضایی به وظیفه خود عمل کرده در غیر این صورت تعلل کرده است. در عین حال محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل نواد مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت پرونده جدیدی از تخلفات دولت سابق از سوی کمیسیون اصل 90 به قوه قضایی ارسال نشده است. پیش از این مجلس هشتم و نهم بارها از دولت محمود احمدی به قوه قضایی شکایت کرده بودند. مجلس شورای اسلامی 17 اردی بهشت 1391 سه پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدف منسازی یارانه ها برداشت غیرقانونی قانونی از بانک ها و اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی را به قوه قضایی ارسال کرد. مجلس ایران در فروردین سال 1390 نیز از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران به دلیل اجرا نشدن مصوبه تشکیل وزارت ورزش و جوانان شکایت کرد. پس از این شکایت و همچنین شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس، شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد را به دادگاه احضار کرد اما وی در دادگاه حاضر نشد. غلام حسین محسنی اجری سخنگوی قوه قضایی 28 خرداد پارسال احضار محمود احمدی نژاد پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نوعی کش سلیقگی دانست و گفت که مقامات ارشد قضایی در جریان این احضار نبودند قوه قضایی تا کنون گزارشی از سرنوشت شکایت‌های مجلس از دولت سابق ارائه نکرده است سخنگوی قوه قضایی 18 اردی بهشت 1391 گفته بود تشخیص مجلس باید در قوه قضایی هم مورد رسیدگی قرار گیرد و اینگونه نیست که هرچه مجلس اعلام کرد قوه قضایی بر اساس آن حکم صادر کند. علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 28 تیر امسال در اعتراض به رسیدگی نشدن تخلفات مالی مسئولین دولت قبل گفته بود اگر بنا شود فرد مسئولیتی را عهدهدار شود و پس از آن بگوید هر گونه که دلم خواست بیت المال را خرج و هزینه می کنم و تا هنگامی که مسئولیت دارد بگوییم که مسلحت نیست سخنی مطرح کنیم و پس از دوران مسئولیت نیز بگوییم که حالا آن فرد رفته و دیگر به مرده لگت نمیزنند پس چه زمانی باید حساب بیت المال رسیدگی شود؟ اما در واکنش به ناطق نوری سایت همت نیوز نوشته ناطق نوری تازه نطقش باز شده است و احتمالا در روزهای آینده سخنان بیشتری را برای مطرح کردن خود داشته باشد این سایت نوشته هیچ بعید نیست ناطق نوری احساس کرده است با وضعیت سیاسی فعلی زمینه برای جبران شکست ها و سرخوردگی های سیاسیش در طول 16 سال گذشته فراهم است. همت نیوز اضافه کرده ناطق نوری در حالی به طور تلویحی از حیف و میل بیت المال توسط دولت قبل سخن میگوید که هنوز پاسخ سوالات احمدی نژاد را پیرامون وضعیت مالی خود و فرزندانش جواب نگفته است در سالهای گذشته پرونده از تخلفات و فساد مدیران دولت احمدی نژاد مطرح شده است برخی از این پرونده ها نظیر پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد در حال رسیدگی در دادگاه است. وی متهم به مشارکت در اختلاس بیمه ای ایران است. احمدی نژاد هشت سال تحت حمایت مستقیم علی خامنه ای بود و اکنون نیز گفته می شود بزرگترین مانع در جهت رسیدگی به فسادهای وی شخص رهبری است. محمد تقیه مصباح یزدی در تازه ترین خود به حسن روحانی و خاشمی رفسنجانی به آنان تاخته و تیم دولت جدید را تلویحا با کافران مقایسه کرده است. وی از افراد و جریان های سخن گفته که در انتخابات برای پیروزی خود با دشمنان رابطه پنهانی داشتند. مصباح یزدی همچنین حسن روحانی را احمق خوانده که به جای توسل به خدا دست به دامن آمریکا شده که شاید بخشی از پولهایی که از ما دیدند را برگردانند. دولت جمهوری اسلامی اشتغال اطباع خارجی در کشور را ممنوع کرد. اسحاق جانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران 22 تیر ماه از تمامی دستگاه های دولتی، غیر دولتی، شرکت ها و پیمانکاران خواسته که کارگران مورد نیاز خود را تنها از نیروی کار ایرانی تأمین کنند. بر اساس این بخشنامه برای بکار گماردن اطباع خارجی فاقد پروانه کار از 91 تا 180 روز مجازات زندان پیش بینی شده. است. اما بار دیگر موضوع پیوند کلیه در ایران و بازار سیاه آن بحث روز شده است، پروفسور برومند متخصص کلیه با اشاره به تجارت سیاه کلیه در ایران از کار شرماور برخی پزشکان و بیمارستان هایی که کلیه ایرانی ها را از طریق دلالها به خارجی ها می ابراز تأسف کرده است. پروفسور برومت متخصص کلیه و نخستین رئیس مرکز دیالیز و پیوند در ایران با اشاره به تجارت سیاه کلیه در ایران از دستهای ناپاک قاچاقچیان در این خصوص گفت که به گفته وی تنها به فکر رسیدن به مبالغ کلان هستند و انسانیت را فراموش کردند. وی از وجود بازار سیاه فروش کلیه ایرانیان به خارجیان خبر داده و از آن انتقاد کرده است. گفته است قوانین ایران در رابطه با خرید و فروش اعضای بدن افراد زنده موضعی نگرفتند. مراجع مذهبی در ایران نیز موضوع فروش کلیه را خلاف دستورات دینی نمی دانند. آیت الله سیستانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی هیچ کدام فروش کلیه افراد را از نظر شرعی ممنوع اعلام نکردند. ساختمان مرکزی انجمن حمایت از بیماران کلیوی در تهران محلی شده است برای خرید و فروش کلیه بسیاری از بیماران کلیوی و افراد نیازمند به پیوند کلیه همه روز ره سپاره این خیابان می شوند سر تا سر دیوار خیابان های منتهی به این مرکز پر است از دیوار نویسی های حاوی آگهی فروش کلیه در این آگهی ها افراد با نوشتن یک شماره تلفن و گروه خونی خود از تمایل به فروش کلیه خبر می دهند. تماس با بسیاری از این شماره تلفن ها حاکی از آن است که دلیل اصلی و عمده این افراد برای فروش کلیه مشکلات و نیاز مالی است. گروهی از آنها علت تمایل به فروش کلیه خود را بدهکاری و برشکستگی عنوان کردند. گروهی دیگر تلاش برای تامین پول لازم جهت مواردی از جمله بیماری یکی از نزدیکان، راهاندازی کسب و کار و تأمین جهیزی را علت آگهی فروش کلیه ذکر می کنند. در همین راستا پروفسور برومن گفته است ماهاس پیونده کلیه ایرانی ها به بیماران خارجی از طریق دلال ها و قاچاقچیان شایع شده است. او این اقدام پزشکان و همکاری بیمارستان ها با آنها را شرماور خواند. این متخصص کلیه و مجاری ادراری بر این نظر است که در حال حاضر برخورد دولت با متخلفان پیوند اعضا از نظر قانونی به هیچ وش کافی نیست. وی خواستار جلوگیری قانونی از ایجاد هر نوع بازار سیاه در زمینه پیوند اعضا به خصوص کلیه شد. دکتر برومند در ادامه گفت از طرفی باید فرهنگ سازی شود تا مردم جامعه نسبت به مرگ مغزی اطلاع بیشتری یافته و حاضر شوند اعضای بدن خویشاوندان فوت شده خود را در اختیار محتاجان قرار دهند. برومند اما از طرف دیگر اعلام کرد که او مخالف هر نوع پیوند اعضا برای افراد خارجی است که در ممالک خودشان امکانش را برای تعویض عضو دارند. دکتر برومن به همین جهت از وزارت بهداشت خواست پیوند اعضای بدن یک ایرانی به بیمار خارجی را ممنوع و با این اقدام هرچه سریعتر آبروی کشور و جامعه پزشکی ایران را حفظ کند گفتانیست بر اساس گزارش هایی که تا کنون رسانه های ایران منتشر کردند دلالان لالان نقش بسیار تعیین کننده و فعالی در بازار خرید و فروش کلیه دارند. بر این اساس گفته می شود بخش زیادی از خرید و فروش های کلیه توسط همین افراد انجام می شود. دلالان تلاش می کنند با فراهم کردن شرایط لازم خریدار و فروشنده کلیه را به هم رسانده و با شکل دادن معامله میان طرفین مبالغ کلان خود را دریافت کنند. موضوع بازار سیاه فروش اندام انسان تنها به کلیه ختم نمی شود. چندی قبل هم یک مقام ایران از بازار سیاه خرید و فروش اینترنتی کبد خبر داده بود. دکتر محمد عقیقی مسئول واحد پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران سه شهریور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن خبر دادن از وجود بازار سیاه خرید و فروش کبد همچنین نسبت به خرید و فروش اینترنتی کبد هشدار داده بود. دکتر عقیقی درباره تبلیغات اینترنتی خرید و فروش کبد گفته بود تبلیغاتی که تحت عنوان کبد فروشی در برخی سایت ها مطرح می شود مطمئنا کذب بوده سوء استفاده و کلاهبرداری است نه یک فرایند درمانی واقعی عقیقی افسوده بود ممکن است در این سایت ها از کسی ثبت نام کنند و پول های نیز از وی بگیرند اما مطمئن باشید این امر به پیوند از اهدا کننده زنده منجر نخواهد شد و در این صورت بیماران تنها مال خود را میبازند در چند سال گذشته افزایش فقر و مشکلات اجتماعی در جامعه ایران موجب شد که بسیاری برای تامین نیازهایشان به فروش کلیه های خود روی بیاورند در این میان دست دلالان نیز به بازار کلیه باز شد و این بازار نیز از سوء های مالی واسطه گران بی نصیب نماند. تیه گزارشی در سال 1389 در خبرگزاری مهر حدود سه چهارم کلیه های پیوندی که اهدایی خوانده می شدن در واقعیت خریداری شده بودند. این خبرگزاری علت اصلی فروش کلیه را فقر و نیاز مالی عنوان کرده است. برهم ساله و فعاد معصوم به عنوان های پست ریاست جمهوری عراق از سوی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق معرفی شدند. ملا بختیار مسئول هیئت کل در دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق در بیانیه با اعلام این خبر گفت مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و سلیم جبوری رئیس مجلس عراق نیز در جریان این تصمیم اتحادیه میهنی قرار گرفتند. مجلس عراق قرار است چهارشنبه جلسه ای برای انتخاب رئیس جمهوری برگزار کند درگیری خونین میان اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد. حماس میگوید تا زمانی که خواسته هایش برآورده نشود، با آتش بس با اسرائیل موافقت نخواهد کرد. اسرائیل هشدار داده حمله به نوار غزه ممکن است برای روزها و هفته ها ادامه یابد. اسماعیل هنیه رهبر ارشد حماس تهدید کرده است نوار غزه به قبرستان مهاجمان تبدیل خواهد شد. با ادامه بحران در غزه روز دوشنبه هفت سرباز اسرائیلی دیگر کشته شدند آمار تلفات نیروهای نظامی اسرائیل به 25 کشته رسیده است این در حالی است که در این مدت بیش از 560 فلسطینی در غزه کشته شدند با افزایش خشونت ها و تلفات تلاش های دیپلماتیک برای تضمین آتش بس شدت یافته است جان کری شامگاه دوشنبه برای یافتن راه برای بحران غزه وارد قاهره شد و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و خالد مشعل رهبر حماس نیز با هدف برقراری آتش بس در قطر دیدار کردند. وکیل ادوارد اسنودن افشاگر برنامه اطلاعاتی دولت آمریکا میگوید درخواست تمدید مهلت پناهندگی سیاسی اسنودن به سازمان مهاجرت روسیه داده شده ولی هنوز هیچ پاسخی دریافت نشده است اسنودن پس از افشای اسناد و اطلاعات محرمانه مربوط به برنامه جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا به روسیه رفت و از اول اوت 2013 میلادی به مدت یک سال در این کشور پناهنده شده است رئیس جمهوری روسیه میگوید ای از سانحه سقوط هواپیمای مالزی در اوکراین برای مقاصد سیاسی خاص خود مزدورانه بهره برداری می کنند. به دنبال سقوط هواپیمای مالزی شورای امنیت سازمان ملل نیز این حادثه را محکوم کرد. ایران نیز میگوید از این ماجرا نف برده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی گفت گروه های بین المللی آماده تحقیق درباره هواپیمای ساقط شده مالزیایی هستند ولی شورشیان هوادار روسیه همچنان مانع انجام تحقیقات و دسترسی به محل سقوط هواپیما هستند وی جدایی طلبان اوکراینی را متهم کرد که در حال جابجایی شواهد و اجساد مسافران از محل سقوط هواپیما هستند او گفت که چنین اقداماتی این سوال را پیش می کشد که آنها دقیقا به دنبال پنهان کردن چه چیزی هستند در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیست، افرادی که روسیه را به دست داشتن در سرنگونی هواپیمای مالزی متهم می کنند را عوامل مزدور دانست او مدعی شد که روسیه همه همکاری های لازم را انجام داده تا تیم بازرسان بتوانند دلایل رخ دادن این فاجعه انسانی را بررسی کنند رئیس جمهور روسیه همچنین گفت هیچ کس نمیتواند از وقایع اوکراین برای اینکه روسیه را متهم به سرنگونی هواپیما کند به شیوه مزدورانه سوء استفاده کند. ولادیمیر پوتین از سوی جامعه جهانی تحت فشار جدی است که جدایی طلبان شرق اوکراین را که از سوی روسیه حمایت میشوند راضی کند تا به بازرسان بین‌المللی اجازه حضور بدون محدودیت در منطقه را دهند. تا علل سرنگونی هواپیمای مالزی را که 295 کشته بر جا گذاشت بررسی کنند. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرده است که سیستم ضد هوایی که گفته می شود جدایی طلبانه هوادار روسیه با استفاده از آن هواپیمای مالزیایی را هدف قرار دادند در اختیار شورشیان قرار نداده است. اما دولت آمریکا روز یک شنبه مدعی شد که دلایل محکمی دارد که نشان میدهند جدایی طلبان شرق اوکراین با موشکهای روسی این هواپیمای مسافربری را سرنگون کردند جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفت روسیه از جدایی طلبان حمایت می کند. روسیه سلاح در اختیار آنها قرار می دهد. روسیه به این شورشیان آموزش نظامی می دهد. جدایی طلبان شرق اوکراین بالاخره روز یکشنبه به نیروهای امدادی اجازه حضور در منطقه سقوط هواپیما را دادند امدادگران توانستند اجساد 192 تن از قربانیان سرنگونی هواپیما را در منطقه به وسعت 109 کیلومتر پیدا و جمع آوری کنند این اجساد با یک قطار آزم هلند شد در رویدادی دیگر محمد علی ایلخانی سرپرست فرودگاه های ایران میگوید سقوط هواپیمای مالزیایی در اوکراین موجب نگرانی شرکت های هواپیمایی خارجی و علاقه آنها به تغییر مسیرهای پرواز به ایران شده است آقای ایلخانی افسوده در صورت افزایش پروازها از فضای ایران سالیان رقمی بالغ بر 50 میلیون دلار به درآمدهای کشور اضافه می شود سرپرست فرودگاه های ایران گفته است به دلیل ارتباط این مسئله با امنیت کشور شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح باید با این امر موافقت کنند. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا در قطنامه سرنگونی هواپیمای مالیزیایی را محکوم کرد. این قطنامه از گروه های مسلح خواسته است اجازه دسترسی امن، کامل و نامحدود به محل سرنگونی هواپیما را بدهند. این قدنامه همچنین خواستار دسترسی بدون مانع بازرسان بین المللی به این محل شده است. یک فروند هواپیمای مسافربری خط مالزی شامگاه پنجشنبه هفته گذشته در حالی که از هلند آزم مالزی بود با شلیک یک موشک زمین به هوای باک در نزدیکی مرز روسیه و اوکراین سقوط کرد. در جریان این حادثه 298 مسافر و خدمه هواپیمای یاد شده کشته شدند. برگولای ای معاون سابق خبر ایرنا از فشارهای سنگین در روز 22 خرداد سال 88 بر مدیران ایرنا مبنی بر اعلام پیروزی قاطع احمدی نژاد در انتخابات خبر داده است. این خبرنگار محافظ کار در بخش دیگری از پست فیسبوکی خود از وجود برخی جلسات فوق محرمانه و محفلی در دولت احمدی نژاد چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 88 خبر داده است. آقای جمعی گفته درباره وجود مرکزی در دولت احمدی نژاد برای برخی اطلاعیه ها و فیلم های افرادی علیه مسئولین و مقامات کشور نکات ناگفته ای دارد که افشای آنها خوشایند احمد مدینه‌جواد نخواهد بود پس از آنکه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفت بیهجابی باعث حرامزادگی می شود اینک مکارم شیرازی از مراجع حکومتی قوم هم گفته است بیهجابی به جاهای رسوا و خطرناکی می رسد محافظ کاران تند رو به دولت حسن روحانی به خاطر آنچه که بیعتنائی این دولت به وضعیت فرهنگ و هجاب می دانند معترض بوده و خواستار تجدید نظر در برخی سیاست ها هستند ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید حکومتی قوم از کسانی که درباره موضوعهایی مانند هجاب و افزایش جمعیت مخالف فشار آوردن بر شهروندان هستند به شدت انتقاد کرد مکارم گفت این روزها عدهای اصرار دارند امر به معروف و نهی از منکر را بیرنگ و کمرنگ کنند تعابیر عجیبی می کنند که در مسئله هجاب شما مردم را اغنا کنید که هجاب خوب است، فشار نیاورید. در افزایش جمعیت مردم را اغنا کرده و فشار نیاورید تا مردم قانع شده و افزایش جمعیت صورت گیرد. این مرجع تقلید حکومتی در ادامه پرسید چرا درباره مسائلی مانند تخریب جنگل ها به متخلفان فشار میآورند و برای آنها مجازات سنگین تعیین می کنند اما درباره برخی دیگر از موضوعها از اقناع صحبت می کنند. شما مردم را قانع کنید که جنگل ها سرمایه است. قانع کنید که مالیات برای اداره مملکت لازم است. چرا فشارهایی می که پدر برخی در می آید؟ وی افسود اگر اقناع مردم کارساز است در مسائل راهنمایی و رانندگی نیست به جای این همه جریمه های سفت و سخت مراقبت کامل دستورات و معمور مردم را قانع کنید تا مقررات را رعایت کرده و از چراغ قرمز عبور نکنند ظاهرا مخاطب این سخنان رئیس جمهور و برخی از اعضای کابینه دولت یازدهم هستند که بارها از برخورد خشونت آمیز با شهروندان و تجاوز به حریم خصوصی آنها انتقاد کردند. عبدالرزا رحمانی فصلی وزیر کشور هفته گذشته در نشست دبیران ستاد مرکزی سیانت از امنیت حریم عمومی گفته بود که نمیتوان با فشار و خشونت بیش از حد با مسئله هجاب برخورد کرد. شاهین ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم برخوردهای سلبی و تنبیهی برای افزایش میزان باروری را بی سمر خواند و تاکید کرد که با بگیر و به بند و داغ و درفش این کار شدنی نیست. مکارم شیرازی در واکنش به این گونه استدلالها ها گفته است کسانی که حرف از اغنا در جاهایی که مایل نیستند میزنند در واقع کلاه سر خود میگذارند. در تمام دنیا مصالح کشور زیر قانون رفته و قانون نیز اعتبار به زمانت اجرایی دارد قانون را نمی شود گفت هر فردی می خواهد انجام دهد او با بیان اینکه اغنا کردن فقط در مورد بخشی از مردم اثر گذار است از مسئولان می خواهد برای رعایت هجاب و افزایش جمعیت نیز مانند مالیات و جنگل زدایی به مردم فشار بیاورند و نگذارند افراد هر کاری را می بکنند. مکارم شیرازی خوشدار داده است مسئله بیهجابی به جاهای رسوا و خطرناکی میرسد. مسائل مربوط به جمعیت به جاهای خطرناک میرسد و مسائل دیگر که نمیخواهم ارز کنم. وی در پایان هم شل کردن مسئله هجاب به بهانه اقناع مردم را اشتباه بزرگی خوانده و تاکید کرده در مورد پوشش زنان بهترین راه نیز این است که دولت از ادارات و نهادهای زیر نظر خود شروع کند پیش از مکارم شیرازی احمد جنتی احمد علم و احمد خاتمی نیز در اظهار نظرهای تندی خواستار مقابله با بدهجابی شده بودند همه ساله با شروع فصل گرما در ایران مقامات تندروی کشور نسبت به این موضوع هشدار میدهند و گاه سخنان رول اغولی را بیان می کنند. برای نمونه جنتی گفته بود هجاب مانع حرامزادگی می شود و تلویزیون ایران هم در برنامه هایی گفته بود که بیهجابی زنان را زشت می کند. حسن روحانی چندی پیش از دخالت در حریم خصوصی شهروندان انتقاد کرده و گفته بود اینقدر در زندگی مردم مداخله نکنید ولو به خاطر دلسوزی بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند نمیتوان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد اظهارات روحانی با واکنش تند شماری از امامان جمعه و روحانیون تند رو روبرو شد بحران آوارگان در شمال عراق به صورت ای در جریان است و سازمان های دولتی و بین المللی در این کشور اعلام کردند که تعداد آوارگان در داخل مرزهای عراق از مرز یک میلیون و دویست و هزار تن گذشته است. داعش مهلت دو روزه به مسیحیان داده است مبنی بر اینکه یا مسلمان شوند یا جزیه بپردازند یا از این استان خارج شوند و در غیر این صورت با شمشیر کشته خواهند شد. طوفان استوایی موسوم به راماسون که از چین به ویتنام رسیده است در این کشور جان 11 تن را گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، سیلاب‌های ناشی از این طوفان به مزارع و ساختمان‌ها و جاده‌ها در ویتنام خسارات فراوانی زده است. این طوفان هفته گذشته در شمال فیلیپین باعث مرگ 94 نفر شد و در چین نیز هزاران خانه را ویران کرد و موجب مرگ 26 نفر شد. از طوفان راماسون به عنوان قوی‌ترین طوفان در چین در 40 سال گذشته یاد می‌شود. و ما آخرین خبر که رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرده است رهبران چین و ونزوئلا توافق کردند تا تو یک اتحاد و پیمان استراتژیک دو جانبه میان دو کشور ایجاد شود به گزارش خبرگزاری ایتارتاس نیکولاس مادرو پس از دیدار با رئیس جمهوری چین که به ونزوئلا سفر کرده است گفته روابط دیپلماتیک میان کاراکاس پکن به طور موفقیت آمیزی طی چهل سال گذشته حفظ شده و پس به قدرت رسیدن هوگو چاوز تقویت شده است طی پانزده سال گذشته ونزوئلا به چهارمین شریک چین در آمریکای لاتین تبدیل شده است با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با تلویزیون ایران فردا همراه بودید همراه با همکارانم در گروه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو دارم